واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی میگوید دولت نمیتواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. ساعت 13 وقت تهران با مجموعه خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین، بار آزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت فرانسه، نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست چهار جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده و مذاکره با آمریکا را باطلاق خواند. گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال. سه هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران و افزایش مطالبات اقتصادی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شب گذشته در مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی گفت دولت او نمی‌تواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. رئیسی از بانک‌ها هم خواست به وعده پرداخت تسهیلات و وام عمل کنند. او همزمان دولتش را در کنترل قیمت برخی کالاها موفق توصیف کرد و مدعی شد نشانه های رشد اقتصادی در کشور پدیدار شده است. رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی هم گفت دولت مردم را غافلگیر نخواهد کرد و هر اقدامی با اقناع افکار عمومی انجام خواهد شد. متاسفانه در این سالهای گذشته، چند سال گذشته، ما شاهد یک تورم بی‌نظیر بودیم در این، در واقع سالهای گذشته، شاید 40-50 سال گذشته. ولی ما بنامون بر کنترل تورم، نشانه هایی هم که امروز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بخش های اقتصادی میاد این که دولت موفق شده در کنترل تورم. ما اگر این نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا بشیم به نظام چانه زنی. نمیخوام بگم اون اقشار راست نمیگن، حتما واقع میگن که ما حقوقمون کمه، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت؟ ما اومدیم دولت تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست میگید، اقشار دیگر چه بکنیم؟ به هر صنفی یا هر اداره و سازمانی مشکل دارن، اینا بسیارشون، عرض کردم، هیچ کدامشون نادرست نمیگن، اما من خواهشم از همه اقشار کشور، از همه عزیزان، از همه کارکنان در دولت که واقعا معیشتشون با این حقوقی که هست، با این مستمری هایی که هست، با این دریافتی هایی که هست، حالا چه شرکتی، چه پیمانی، چه رسمی، چه خرید خدمت، هر به هر نوعی از اشتغال است، این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم. از اولویت های دولت هم هست، دنبالش هستیم. جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم. در بودجه برای اینکه دولت بتونه استفاده کنه، این مربوط میشد به آغاز، یعنی مبلغی در قانون بودجه نبود برای که بتونه دولت از وقتی آغاز به کار کرد، یعنی مثلا شهریور ما که شروع کردیم، مبلغی وجود داشته باشه. اونم 4200ه، چون 8 تا بود، 8 میلیارد دلار بود، اون 8 میلیارد دلار دولت قبل اون رو هزینه کرد و وقتی که ما کار آغاز کردیم برای این دولت مبلغی نبود که بخواد 4200 رو بخواد دنبال کنه. خب منم از طرفی معتقد بودم که نباید شوک به جامعه وارد کرد. من قبلا گفتم هم غافلگیری رو من نمیپسندم و در قاموس من نیست که با مردم بخوام به صورت غافلگیر بدون که اطلاع داشته باشن کاری بکنم. باید 2-3 سال قبل مسئله 4200 حل میشد. 2-3 سال قبل باید حل میشد. در یه مقطعی ضرورت داشت این کار کردن، باید حل میشد. لکن حل نشده. افتاد به دولت زمان ما که ما باید 4200 رو مسئله حل کنیم. درش رانت هست، زمینه های فساد هست، زمینه های در واقع ارتباطات ناسالم هست.
آلانه توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای توفیقی، صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدیم. همزمان با اینکه می‌بینیم انقدر اعتراضات صنفی و معیشتی افزایش پیدا کرده، آقای رئیسی گفت که دولت نمی‌تونه به تمام مطالبات اقشار و قشرهای مختلف پاسخ بده. این صحبت‌ها چه پیامدی داره؟ چه معنی میده؟ خب من فکر میکنم که پیامد و معنای این صحبت ها تداوم وضع موجود هستش. آقای رئیسی نه تنها نمیتونه به تمام مطالبات مردم جواب بده، بلکه حتی قادر نیست به جز این مطالبات پاسخ بده. وقتی که ایشون در مقام پاسخگویی میگه که ما میدونیم حقوق مردم کمه اما چیکار باید بکنیم، نشان دهنده نوعی این سردرگمی در خود دولت هستش که اگر خیلی عامیانه بخوام بگم، ما در فرهنگ عامیانه‌مون داریم دعا میکنیم که کسی دچار چه کنم نشود. الان دولت جمهوری اسلامی با تمام کلیت نظام در یک وضعیت ناکارآمدی مطلق هستش که از حل مشکلات مردم ناتوان هستش، و به همین دلیل هم هست که صحبت‌های آقای رئیسی علی‌رغم اینکه خبرنگار خیلی تلاش میکنه ازش یک نکته مثبت یا خوشایندی برای مردم بیرون بکشه، چیزی نیست جز تکرار مکرراتی که در طول این 42 سال در واقع وجود داشته. فقط آقای رئیسی یک چاشنی صادق الوعده بودن رو به این صحبت‌ها اضافه کردن که باید دید در پایان کار چه خواهد شد. در همین رابطه آقای رئیسی گفت بدون اینکه افکار عمومی قانع بشه ارز 4200 تومانی حذف نخواهد شد. چقدر اساساً نحوه برخورد دولت و نیروهای امنیتی با شهروندان و همینطور رسانه ها خبر از اقناع افکار عمومی و فرصت گفتگو میده و چقدر با سرکوب و فشار همراهه؟ ببینید، این صحبتی که آقای رئیسی و مجموعه دولت در رابطه با اینکه ما مردم رو غافلگیر نمی‌کنیم، حقیقتش من رو یاد اون داستان خلیفه کشی در بغداد به روش نمدمالی میندازه. آقای رئیسی میخواد از همون روشی که هولاکو خان رفت در بغداد آخرین خلیفه عباسی رو از ترس اینکه خونش ریخته بشه و این خون گریبان اون رو بگیره، و چون احساس میکرد که در واقع هولاکو خان فکر میکرد که این بدیوم هستش، گفت که این خلیفه رو بذاری در داخل یک نمدی به روش نمدمال خیلی آروم بدون اینکه خونش ریخته بشه او رو بکشید. این همون روشی است که آقای رئیسی الان و کلیت جمهوری اسلامی در پیش گرفته، یعنی دارن تلاش میکنن که مردم رو دور بزنن و با وعده های سرخرمن در واقع اون جلوی اعتراضات رو بگیرن، چون ما دیدیم اعتراضات در 96، 98 و حتی در این دولت پاسخ منطقی و پاسخ مبتنی بر تدبیر و خرد نیست، یا زندان هستش که ما الان میبینیم که زندان‌ها در واقع لبریز و سرریز از سیاسیون شده و حتی در زندان‌ها هم اونها رو باز تحت شکنجه و کشتن قرار میدن. من فکر نمی‌کنم که آقای رئیسی منظورش از قانع کردن مردم حل مشکلات به نفع مردم باشه، بیشتر میخواد بگه که در واقع این مشکلات رو از سر راه نظام به گونه‌ای برخواهد داشت که در واقع باعث خونریزی مردم نشه. در مجموع چقدر فکر میکنید که صحبت‌های شب گذشته ابراهیم رئیسی برای مردم آرامش بخش بود و برنامه ارائه داد در حقیقت برای این که نشون بده که داره اوضاع رو کنترل میکنه؟ ببینید، به نظر من این مصاحبه بیشتر برای آرامش بخشیدن به خود آقای رئیسی برگزار شده بود. شما میدونید به خاطر تحقیر بی سابقه‌ای که در جریان یک سفری که ایشون به روسیه داشت و در اونجا کمترین عرف دیپلماتیک رعایت نشد. شما اگر توجه بفرمایید به میزانسنی که برای مصاحبه انتخاب شده، 3 تا پرچم گذاشتن که در این سفر اصلا در وقتی که با آقای پوتین مذاکره میکرد سفری نبود. بلافاصله بعد از بازگشت برای ایشون یک کنفرانس خبری 2 نفره ترتیب دادن، یک خانم و یک آقا، در حالی که اصلا در این سفر در واقع رسم دیپلماتیک این هست که وقتی سفر در حد رئیس جمهور به یک کشوری برگزار میشه، ایشون باید در یک کنفرانس خبری برگزار میکرد. این صحبت ها و این مصاحبه برای جبران تحقیری هستش که آقای رئیسی در روسیه در واقع با اون مواجه شد، وگرنه من فکر نمی کنم قرار باشه دستاوردی برای مردم ایران داشته باشه. آلانه توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، ممنونم از توضیحاتتون. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران.
وزارت بهداشت و درمان ایران همزمان با هشدار درباره شیوع سویه اومیکرون در کشور از بازگشت دوباره رنگ قرمز به نقشه کرونا کشور پس از 47 روز خبر داد. شهرستان اردکان نخستین شهری است که پس از انتشار سویه اومیکرون در وضع قرمز کرونا قرار گرفته. وضعیت 8 شهرستان هم نارنجی گزارش شد. همزمان مسعود یونسیان دبیر پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا اعلام کرد کشور در شاخه بالا رونده موج اومیکرون قرار گرفته و درباره افزایش آمار جانباختگان هشدار داد. نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی به بیخبری مجلس از قراردادهای همکاری ایران با چین و روسیه اعتراض کرد. محمد رضا سباقیان گفت بر مبنای قانون اساسی قراردادهای بین المللی باید در مجلس تصویب شود و این ضعف مجلس است که از این قراردادها خبر ندارد. او اضافه کرد نمایندگان پاسخی برای پرسش‌ها و انتقادها ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به او گفت از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده وگرنه مجلس در جریان آن قرار می گرفت. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره تهدید جان یک فعال حقوق دگرباشان جنسی در ایران هشدار داد و از قوه قضاییه خواست تا این زندانی را هر چه زودتر آزاد کند. زهرا صدیقی همدانی اوایل آبان ماه و هنگام خروج از ایران در نزدیکی مرز ترکیه دستگیر شد. به گفته عفو بین الملل این فعال حقوق دگرباشان جنسی به دلیل گرایش و هویت جنسیتی خود و فعالیت‌های مدنی خود زندانی شده است. بر مبنای گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزرای خارجه ایران و قطر در یک گفتگوی تلفنی ضمن بررسی روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از لزوم تقویت دیپلماسی برای حل و فصل مسائل موجود گفتند. همزمان کاخ سفید گزارش داده امیر قطر هفته آینده با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ نوشته دولت بایدن از چند هفته پیش با قطر در مورد تأمین گاز طبیعی مایع برای اروپا در صورت حمله روسیه به اوکراین گفتگو کرده. و اما تا دقایق دیگر و بعد از استراحت کوتاه به گزارش‌ها از ادامه بحران در مرز روسیه و اوکراین می‌پردازیم. رزمایش نظامی در مرز با اوکراین آغاز شده و رئیس جمهور آمریکا هم پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی میگوید دولت نمیتواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین با رزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت پاریس نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست 4 جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده خواند و مذاکره با آمریکا را باطلاق توصیف کرد. و گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال. 3 هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بحران روسیه و اوکراین و بالا گرفتن تهدید غرب به تحریم مسکو در صورت اقدام نظامی علیه اوکراین، مقام‌های نظامی روس از آغاز رزمایش نظامی این کشور در مرز با اوکراین خبر دادند. فرماندهی ارتش روسیه گزارش داده 6000 نیرو و دست کم 60 جنگنده در مانور روسیه در مرز با اوکراین و در شبه جزیره کریمه شرکت دارند. جنگنده‌های بمب‌افکن، ناوها و سیستم‌های پدافند هوایی روسیه هم در این رزمایش آزمایش می‌شوند. آمریکا و همپیمانان اروپاییش مسکو را متهم می‌کنند در حال آماده‌سازی برای حمله به اوکراین است. مسکو با رد این ادعا غرب را مسئول این تنش‌ها می‌داند. همزمان با این تحولات، مقام‌های کیف با غیر محتمل خواندن حمله روسیه از شهروندان اوکراینی خواستند آرامش خود را حفظ کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین
حضور آمریکا و ناتو در شرق اروپا افزایش خواهد یافت. بایدن همچنین تهدید کرد ورود نیروهای نظامی روسیه به اوکراین پیامدهایی از جمله تحریم‌های اقتصادی و افزایش حضور نظامی ناتو در سمت شرق از جمله در لهستان و رومانی در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال تحریم علیه شخص ولادیمیر پوتین در صورت اقدام نظامی علیه اوکراین گفته و اضافه کرده کشورهای عضو ناتو درباره تهدید نظامی روسیه هم نظرند. همزمان با این تحولات امروز نشست چهار جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در پاریس برگزار می‌شود تا راه‌های برون رفت از بحران مسکو کیف بررسی شود. و پس از ارسال دو محموله تسلیحات آمریکایی به اوکراین در یک هفته گذشته، مسکو میگوید غرب تجهیزات و مستشاران نظامی زیادی را به اوکراین سرازیر کرده است. نماینده روسیه در سازمان ملل در بیانیه‌ای از افزایش حضور نظامی آمریکا و ناتو در شرق روسیه انتقاد کرده است. در روزهای اخیر و با افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین، وزارت دفاع آمریکا از آماده باش 8500 نیروی نظامی خود خبر داده. همکارم بهار خدابنده از شهر کیف همراه ماست. بهار، در کیف هستی، به ما از حال و هوای این شهر بگو و اینکه چقدر ترس از جنگ رو میشه در شهر و بین مردم دید. فرهناز، خب ما الان در مرکز شهر کیف هستیم. خودت اگه یه نگاهی بندازی پشت سر من می‌بینی که در سطح شهر چندان تأثیری از اثر این تحولات اخیر دیده نمیشه. مغازه‌ها همچنان بازن. پشت سر من خواهید دید که مردم دارن به زندگی معمولشون ادامه میدن و میرن و میان. منتها خب در بطن شهر وقتی با مردم صحبت می‌کنی، طبیعتاً وقتی روسیه تا این حد به اوکراین نزدیک شده، یک نگرانی وجود داره. موضوع اصلی بحث و گفتگو مردم هست با هم دیگه. هر کسی که با هم صحبت میکنه حرفش رو میزنه، فکر میکنن که چی کار میخوان بکنن اگر این حمله واقعا بخواد اتفاق بیفته، کجا میخوان پناه بگیرن، چجوری میخوان کشور رو ترک بکنن. اما واقعیت اینه که مردم اینجا با فضای تنش‌آمیز و با فضای جنگ‌آلود غریبه نیستند. این واقعیت داره که در سال 2014 با اتفاقاتی که در کریمه افتاد، حمله روسیه به اونجا و بعد از اون با جنگی که با جدایی طلبان اتفاق افتاد، که این جنگ هنوزم که هنوز ادامه داره و در خلالش 14000 نفر در این چند سال جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین مردم اینجا آشنا هستن با فضای اینطوری، تا حد زیادی عادت دارن بهش. حتی اگر دقت بکنی از پشت ما هم عبور میشن، چندان واکنشی به ما هم نشون نمیدن، برای اینکه خیلی عادت دارن که خبرنگارهای خارجی اینجا حضور داشته باشن برای گزارش این خبرها. منتها در عین حال خب طبیعتا نگران هستن، هم از وضعی که در شرایط اقتصادیشون به وجود اومده، هم از این بی‌ثباتی، هم خستن، همین که ابراز نگرانی میکنن. از طرف دیگه خودت هم در خبر خوندی که دولت مرتب تشویق میکنه مردم رو که آرامش خودشون رو حفظ بکنن. دولت اوکراین حتی به دولت‌های بریتانیا و آمریکا هم انتقاد کرده که برخی از واکنش‌هاشون تندرو بوده، دلیلی نداشته که الان این واکنش‌ها رو نشون بدن، مثل خروج خارج کردن برخی از کارکنان سفارت‌هاشون که خب همون هم باز دوباره باعث نگرانی، افزایش نگرانی در بین مردم اینجا شده. خب مردم اینجا هم الان با نگرانی بیشتر نسبت به بقیه دنیا، ولی مثل همه دنیا منتظرن که ببینن آیا این مذاکرات و نشست‌های مختلف میتونه جریان رو، این بحران رو حل بکنه یا نه. اشاره کردی به مذاکرات و نشست‌ها. میدونیم که چهار کشور آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار نشست چهار جانبه‌ای داشته باشن. کوتاه به ما بگو که چه انتظاری میتونیم از این نشست داشته باشیم. ببین، خب این نشست رو میگن به روش نشست نورماندی میخوان برگزار بکنن. نشست نورماندی این بوده که تو سال 2014 همین جنگی که با جدایی طلبها هم اتفاق افتاد، همین چهار کشور به طور غیر رسمی کنار هم دیگه نشستن و سعی کردن این اون بحران رو هم حل بکنن که ببینیم متاسفانه حل نشده و اون جنگ همچنان ادامه داره. اما این بار خب روسیه، فرقش اینه که روسیه خودش مستقیما یه پای این درگیری است و الان در این نشست حضور خواهد داشت، هرچند فقط نماینده های این کشورها در این جنگ حاضر خواهند شد، رهبرانشون اینجا نخواهند بود. اما خب اوکراین هم انتقاد میکنه که اروپا به اندازه کافی محکم جلوی روسیه نایستاده. منتها حالا باید وایسیم ببینیم نتیجه این نشست چی میشه و در نتیجه اون اوکراین چه واکنشی نشون خواهد داد. ممنونم از تو. همکارم بهار خدابنده از کیف اوکراین همراه ما بودی. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. و
برهم صالح رئیس جمهوری عراق حمله راکتی به نزدیکی منزل محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور را اقدام تروریستی غیرقابل قبول توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی از حمله سه راکت کاتیوشا به حدود 500 متری منزل سخنگوی پارلمان عراق در شهر کرمه در استان انبار خبر داده بود. بر اساس این گزارش دو کودک در این حملات زخمی شدند. سه ماه پیش هم به منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور حمله شده بود. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان امروز برگزار می شود. بر مبنای این خبر علاوه بر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و وزیر خارجه نروژ در این جلسه از وضع افغانستان گزارش می دهند. انتظار می رود وزیر خارجه نروژ نتیجه نشست سه روزه در اسلو درباره افغانستان را هم به شورای امنیت گزارش کند. نخست وزیر نروژ میگوید برای بیرون رفتن افغانستان از بحران انسانی کنونی گزینه‌ای جز تعامل با طالبان وجود ندارد. او پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت پذیرایی از هیئت طالبان در نشست اسلو برای بسیاری از مردم و از جمله خود او کاری دشوار بوده است. نخست وزیر نروژ اضافه کرد خواسته های مهم و مطرح شده در نشست اسلو آغاز روند سیاسی جامعه از طریق لوی جرگه و حق آموزش و کار زنان افغانستان بوده است. در ادامه مجموعه خبر امروزی نگاهی می‌کنیم به گزارش ایران اینترنشنال از برگزاری کنسرت خیریه در لندن. شبکه افغانستان اینترنشنال در باربیکن لندن، بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا، میزبان یک رویداد خیریه موسیقی بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی می‌گوید دولت نمی‌تواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین با رزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت فرانسه، نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست چهار جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده خواند و مذاکره با آمریکا را باطلاق توصیف کرد. و گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال. سه هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. مذاکرات احیای برجام در حالی به گفته دیپلمات‌ها کند و با پیشرفت اندک در حال پیگیری است که طرف‌های اروپایی برجام شب گذشته بار دیگر درباره موفقیت گفتگوها ابراز بدبینی کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین هم گفته مناقشه قدیمی دیدن نیمه پر یا خالی لیوان همچنان باقی است. برخی دیپلمات‌های نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده می‌گویند اگرچه گفتگوها به بن‌بست نرسیده، اما یکی از مواردی که مانع از رسیدن به نتیجه شده موضوع تضمین هایی است که طرف ایرانی برای خارج نشدن مجدد ایالات متحده از برجام درخواست می کند. همزمان با ادامه گفتگوهای احیای برجام در هتل کوبرگ، تحسن اعتراضی برخی فعالان سیاسی ایرانی مقابل محل مذاکرات ادامه دارد. همکارم احمد صمدی از وین همراه ماست تا بیشتر در همین رابطه گفتگو کنیم. اما از روند مذاکرات اونطور که دیپلمات‌ها میگن به کندی پیش میره و دلیلش هم تضمین‌ها هست، که بیشتر در این رابطه برای ما توضیح میده که به طور کل در اونجا چه میگذره؟ خب اول اشاره بکنم که مذاکرات امروز با حضور علی باقری کنی در اوایل صبح و موندنش چیزی در حدود نیم ساعت در همین هتل کوبرگ آغاز شد. البته آقای باقری اینجا ترک کرده و
به نظر میرسه که مذاکرات با روندی که داره پیش میره همچنان بر مدار کند بودن و همچنین بی نتیجه بودن داره پیش میره. دیروز لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید داشت که ما در حال رسیدن به یک بنبست خطرناک هستیم و این رو شاید در جلسه دیشبی که بین اعضای 4 به علاوه 1 به اضافه ایالات متحده برگزار شده میشه از توییتی که آقای میخائیل اولیانوف زده بشه به راحتی استنتاج کرد. آقای اولیانوف خب تاکید داشته که نشست برگزار شده و روندی که در تا این مرحله بهش رسیده شده در گفتگوها درباره اون بحث و گفتگو شده. آقای اولیانوف میگه که باز هم طبق روال معمول این روسیه بوده که بیشتر از همه خوشبین بوده، اما طرفهای غربی همچنان بدبین هستن و او گفته که ظاهرا همون مناقشه قدیمی که در خصوص دیدن نیمه پر لیوان یا نیمه خالی لیوان همچنان به قوت خودش باقیه و این نشون میده که همچنان مذاکرات اون نتیجه لازمی رو که باید داشته باشه رو نداشته. و خب دیپلمات‌ها میگن که یکی از موضوعات بحث تضمین‌هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنه که ایالات متحده باید بده تا دیگه از برجام خارج نشه. ما در هفته‌های گذشته شنیدیم که ظاهراً روسیه و چین طرف‌های ایرانی رو مجاب کرده بودن که از این تصمیم صرف نظر بکنه، اما به نظر میاد که این تصمیم رو همچنان جمهوری اسلامی بر اون اصرار میکنه. از موارد دیگه هم که میشه اشاره کرد در واقع بحث تحریم‌ها هم هست. همچنان دیپلمات‌ها میگن جمهوری اسلامی ایران خواهان این هستش که تحریم‌های حداکثری برداشته بشه، ضمن اینکه در خصوص گام‌هایی هم که باید برداشته بشه به نظر میاد اختلافات به قوت خودش باقیه و اینکه جمهوری اسلامی ایران بخواد اون دانش هسته‌ای خودش رو به سال 2015 برگردونه هم یکی از موارد بسیار مهمی هستش که بحثا بر سر اون ادامه داره. احمد صمدی از مقابل هتل محل مذاکرات در وین، ممنونم از توضیحاتتون. اظهار نظر وزیر خارجه ایران درباره امکان مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده درباره برجام در روزنامه‌های امروز کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه کیهان، با انتقاد از حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سخنان آنان را نسنجیده خواند و نوشت تنها در صورت لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن آمریکا می تواند به مذاکرات برجام بازگردد و پیش از آن مذاکره موضوعیت ندارد. مدیر مسئول کیهان گفتگوی مستقیم با آمریکا را فرو رفتن در باتلاق توصیف کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اما بدون انتقاد از طرح امکان مذاکره با آمریکا از قول ابراهیم رئیسی نوشت اگر تحریم‌ها برداشته شود امکان رسیدن به توافق و مذاکره وجود دارد. روزنامه دولتی ایران و روزنامه رسالت هم این اظهار نظر رئیسی را در صفحه نخست خود برجسته کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگوی دیشب خود با سیمای جمهوری اسلامی بدون رد کردن امکان مذاکره با ایالات متحده از احتمال گفتگو با آمریکا در صورت رسیدن به توافق در برجام و لغو تحریم‌ها گفت. داره مطرح میشه. خیلی از این کشورهایی که میان با ما گاهی دیدار میکنن حامل یه پیام‌هایی هستن که امریکایی‌ها پیام دادن که ما می‌خوایم مستقیم صحبت کنیم. این مال الان نیست، مال مدت‌هاست مطرح بوده، شاید در دولت‌های قبل هم مطرح بوده، در دولت ما مطرح بوده، ولی تا الان مذاکره با امریکایی‌ها صورت نگرفته. اما اون چه که مطرح این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام می‌کنیم که در صورتی که طرف‌ها آماده باشن که تحریم‌های ظالمانه رو علیه ملت ایران لغو کنن، جا برای هر گونه توافق کاملاً وجود داره. در اینجا نگاهی کنیم به مطالب منتخب روزنامه‌های ایران. البته تصویری که دیدیم مربوط به بخش ورزش بود، مربوط به مطبوعات نبود. همکارم محمد رهبر اینجا هستن تا همین مطبوعات رو مرور بکنیم. خب صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در رابطه با مذاکرات برجام که شب گذشته پخش شد و احتمال مذاکره با آمریکا رو رد نکرد و گفتش که امکان مذاکره مستقیم با ایالات متحده وجود داره. امروز هم که دیدیم تیتر اکثر روزنامه‌ها به همین بحث جنجالی مذاکرات اختصاص داشت و به نظر میرسه به گونه‌ای تابوی این موضوع داره شکسته میشه. کمی بیشتر برامون توضیح میدین که کسانی که در حقیقت مخالف این موضوع بودن الان چه اظهار نظری میکنن؟ دیشب یه مصاحبه بی سر و ته دیدیم از آقای رئیسی و حرفای خیلی ملغمه ای از حرفایی که مفهوم نبود رو هم شنیدیم، از جمله این که نشان داد یک دولت وامانده هست با خزانه خالی و نمیتواند
برآورد بکنیم که نیازهای مردم رو چطوری میخوان رفعش بکنن و اگه قرار باشه که به یه قشری پول بدن به یه قشری ندن، دولت کاملا مستعصل در این قصه. در مورد سفرش به روسیه هم یک چیزهایی گفت که باز ما نفهمیدیم، این که سفر لبخندها بوده انگار که ماه عسل بوده و به برجام اینها هم رسید، یک کرشمه ای کرد که ما یک مذاکرات مستقیمی اگر فلان بشود و فلان بشود خواهیم داشت. به هر حال این تابوه چند بار تو جمهوری اسلامی در آستانه شکستن بود، یه بار دوره آقای روحانی این ارتباط شکل گرفت و مذاکره شد، دوباره تابو شد. این هستش که نمیتوان گفتش که این تابو شکسته میشه، خیلی ارتجاعیه گویا. برسیم به روزنامه ها و روزنامه آرمان رو ببینیم که اتفاقا بر همون اساس حرفای رئیسی صفحه اولش رو بسته و یه نکته رو گفته، گفته که آقا چجوریه که دوره روحانی حرام هست مذاکره با آمریکا، دوره این بابا حلال میشه و مردم این تضادها و تناقضها رو میفهمند و این رو در میابند که تصمیم درست گروگان در واقع جناحی اول کردن شما هاست و منافع ملی در این وسط مطرح نیست. این واقعی و تاوانش هم خود مردم باید بدن، هم مردم میدن، وگرنه اینها که کاری به این ندارن که تبعات تصمیمشون چه هستش. روزنامه خراسان رو ببینیم، روزنامه خراسان از اون روزنامه اصولگراست که امروز بحثش بر سر این هستش که چرا واقعا در این شرایط ما بحث مذاکره با آمریکا رو گفتیم. البته اولش یک حرفی زده که ما مخالف مذاکره نیستیم و اینطور نیستش که همیشه هم بد باشه، اما در این شرایط که ما هنوز هیچ چیز نگرفتیم، تصمیمی نگرفتیم، این حرفا چیه که در مورد مذاکره گفته میشه. بعد ارجاع داده به حرفای خامنه ای و اینکه اگر مذاکرات ادامه پیدا کنه به بحث‌های ناموسی نظام میرسه. حالا ناموس نظام کجاست؟ همون موشک‌ها و اینهاست و نشان میده که با هر گفتگوی مشکل دارن. چرا مشکل دارن؟ چون اهل گفتگو نیستن، چنین چیزی رو تمرین نکردن، همیشه پرخاش کردن. روزنامه کیهان رو ببینیم که خداوندگار چنین کارهایی است. امروز بسیار برای آقای شریف مدلی سخت بود این یادداشت نوشتن، چون هر بار که بحث ادب و اینها و مؤدبانه حرف زدن بشه شریف مدلی واقعا براش سخت هست. گفته برادرانه با برادرانمون امیر عبداللهیان و شمخانی، چند فحش روحانی داده که روحانی تضمین داده بود که اگر آمریکا از برجام خارج هم بشه از برجام تکان نخواهد خورد. بعد رسیده به این که شما که مذاکرات مکتوب داشتین، نامه ها رو میدادین به اون یکی هتل و اینها، چه اصراری هست که حالا بیاین و گفتگوی مستقیم انجام بدین، الان وقتش نیست و از این حرفا زده. و اینو در نظر بگیرید که کیهان اگر آمریکا رو ازش بگیرن، عین خامنه ای دیگه، اگر دشمن رو ازش بگیرن دیگه حرفی برای گفتن نداره، با چه چماقی بر سر دیگران بزنه. و این مشکلی هستش که روزنامه کیهان. ممنونم از شما، متاسفانه وقتمون به پایان رسید. محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما بودین. اما بپردازیم به این موضوع که این هفته در تالار اصلی مرکز هنری پرآوازه باربیکن لندن، شبکه افغانستان اینترنشنال میزبان رویدادی هنری و بانی اقدامی انسان دوستانه بود. رویدادی که در آن سه هنرمند از سه سرزمین مختلف در کنار هم به روی صحنه رفتند و تلفیقی از موسیقی سه کشور همسایه ایران، افغانستان و پاکستان را اجرا کردند. بردیا افشین از این برنامه و اجرای زنده موسیقی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا واقع در پایتخت بریتانیا گزارش میده. صدای مسحور کننده رباب، سازی کهن که خواستگاهش خراسانه، میراثی ملی برای مردمان افغانستان. همایون سخی اینگونه هنرمندان این ساز رو مینوازه در اولین اجرای زندهش بعد از همه‌گیری. نوازنده و آموزگاری که 45 سال پیش در کابل به دنیا آمد، اما دو دهه است دور از خانه در آمریکا زندگی میکنه و خود رو سفیر فرهنگی برای زادگاهش میدونه. در اصلش موسیقی کدام مرز نداره از خود و همون موسیقی که ما در افغانستان یاد گرفتیم، همون قدر وقتی که همون آب و هوا و همون کلچر موسیقی افغانستان که بوده، همیشه وقتی که من رو باب نواختیم یا می نوازم، شما باور کنید که من در افغانستان می باشم و کوشش میکنم که همو آب هوایی که هست، همو هوای موسیقی که ما در کلچر خود داریم، همو را ما بتانیم که برای جهانیان برسانیم.
در سراسر اجرا او را این مرد همراهی می کرد: شهباز حسین، نوازنده تبلا، فرزند استاد ممتاز حسین خان، خواننده معروف پاکستانی. او خود این ساز سنتی موسیقی شبه قاره رو این گونه استادانه می نواخت. استقبال از اجرای این دو نفر در بخش اول بسیار گرم بود. خیلی این اجرا رو دوست داشتم، خصوصا جوری که این دو با هم هماهنگ بودن. اول به نظرم اومد جداگانه شخصیت‌های برجسته ای هستند، اما وقتی به مرور به زیبایی با هم جفت شدن به شکلی شگفت‌آور اجرا کردن. در بخش دوم اجرا به این دو ادیب رستمی اضافه شد، هنرمند جوان ایرانی ساکن بریتانیا. 3 سال پیش تلفیق صدای ساز تنبک او با ستار مهدی رستمی در قالب مجموعه‌ای با عنوان ملودیک سرکلز منتشر شد که مورد استقبال منتقدین موسیقی ملل قرار گرفته. ادیب رستمی با دیگر ساز تخصصیش کمانچه به روی صحنه آمده بود. این اجرای بداهه 3 نفره نه فقط تماشاگران که خود هنرمندان رو هم به وجد آورده بود. و یک خوش اومدی دیدنم شما که چقدر مثلا ادیب جان عزیز اونا کمانچه می نواختن و استاد شهباز حسین اونا طبل می نواختن، اما شما دیدین که چقدر بامزه با کیف، به خاطر که یک قدامت بسیار تاریخی داره. امروی استاد شهباز حسین ما قبلا هم کار کردیم، امروشان همیشه لذت بردیم و یک استاد بسیار ماهر هستن. و ببینید که از 3 کشور مثلا به تو فکر میکنیم که ببینید که شمال از طرف ایران هوای موسیقی ایران هم پالیما که بودن اونو احساس داشتیم دیگه. واقعا من بسیار لذت بردم و آقای رستمی یک نوازنده بسیار خوب هستن و از کارشون بسیار زیاد خوشم آمد. و سه هنرمند بر روی صحنه مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند در یک یگانگی فرهنگی به نشان همبستگی با مردم افغانستان که غنای هنری خود را تهدید شده می‌بینند. این اصلا یک الهام بود که ببینین دنیا سرحد نداره اصلا، و اینجا پاکستان هم بود، ایران هم بود، افغانستان هم بود، در حالی که موضوع بحث و مشکلاتی که فعلا هست، ایره اگر این چیزها را یک طرف بانیم و بریم به طرف ازی که چقدر خوبی ها هست در فرهنگ، چقدر مشابهت ها هست در فرهنگ. آیا میشه امید داشت روزی اجرای این چنینی رو در خود افغانستان به روی صحنه دید؟ بدون شک، بدون امید زندگی کردن زندگی نیست. ما امید از این رو داریم که ما دوباره برگردیم به کشور ما، دوباره برگردیم با غنای فرنگی خود که هرچندی غنای فرنگی حالا اسیر است، ولی روزی ما برگردیم به او کشور و این موسیقی رو دوباره به گوش مردم افغانستان برسانیم. تلفیقی از آواهایی از 3 سرزمین مجاور، نغمه‌هایی دلانگیز بود، اما از همه مهمتر نواهایی بود امید بخش برای سرزمینی که شاید در اون الان موسیقی مهجور باشه، اما برای همیشه فرهنگ موسیقایش زنده خواهد بود. این آواها نغمه‌های امید بود برای افغانستان. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. در میان این بخش خبری همکارم مهسا باقری در بخش ورزش از تازه های اون برای شما میگه. سری بزنیم به دنیای ورزش، دوباره با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی می‌گوید دولت نمی‌تواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد.
افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین، بار آزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت پاریس، نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست چهار جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده خواند و مذاکره با آمریکا را باطلاق دانست. گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال. سه هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران و افزایش مطالبات اقتصادی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شب گذشته در مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی گفت دولت او نمی‌تواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. رئیسی از بانک‌ها هم خواست به وعده پرداخت تسهیلات و وام عمل کنند. او همزمان دولتش را در کنترل قیمت برخی کالاها موفق توصیف کرد و مدعی شد نشانه‌های رشد اقتصادی در کشور پدیدار شده است. رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی هم گفت دولت مردم را غافلگیر نخواهد کرد و هر اقدامی با اقناع افکار عمومی انجام خواهد شد. متاسفانه در این سالهای گذشته، چند سال گذشته، ما شاهد یک تورم بی‌نظیر بودیم در این، در واقع سالهای گذشته، شاید 40-50 سال گذشته. ولی ما بنامون بر کنترل تورم، نشانه هایی هم که امروز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بخش های اقتصادی میاد این که دولت موفق شده در کنترل تورم. ما اگر این نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا بشیم به نظام چانه زنی. نمیخوام بگم اون اقشار راست نمیگن، حتما واقعی میگن که ما حقوقمون کمه، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت؟ ما اومدیم دولت تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست میگید، اقشار دیگر چه بکنیم؟ به هر صنفی یا هر اداره و سازمانی مشکل دارن، اینا بسیارشون، عرض کردم، هیچ کدامشون نادرست نمیگن، اما من خواهشم از همه اقشار کشور، از همه عزیزان، از همه کارکنان در دولت که واقعا معیشتشون با این حقوقی که هست، با این مستمری هایی که هست، با این دریافتی هایی که هست، حالا چه شرکتی، چه پیمانی، چه رسمی، چه خرید خدمت، هر به هر نوعی از اشتغال است، این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم. از اولویت‌های دولت هم هست، دنبالش هستیم. جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم. اونچه که قرار داده شده بود در بودجه برای اینکه دولت به استفاده کنه، این مربوط میشد به آغاز، یعنی مبلغی در قانون بودجه نبود برای که بتونه دولت از وقتی آغاز به کار کرد، یعنی مثلا شهریور ما که شروع کردیم، مبلغی وجود داشته باشه. اونان 4200ه، چون 8 تا بود، 8 میلیارد دلار بود، اون 8 میلیارد دلار دولت قبل اون رو هزینه کرد و وقتی که ما کار آغاز کردیم برای این دولت مبلغی نبود که بخواد 4200 رو بخواد دنبال کنه. خب منم از طرفی معتقد بودم که نباید شوک به جامعه وارد کرد. من قبلا گفتم هم غافلگیری رو من نمیپسندم و در قاموس من نیست که با مردم بخوام به صورت غافلگیر بدونه که اطلاع داشته باشن کاری بکنم. باید دو سه سال قبل مسئله 4200 حل میشد. دو سه سال قبل باید حل میشد. در یه مقطعی ضرورت داشت این کار کردن، باید حل میشد. لکن حل نشده. افتاد به دولت زمان ما که ما باید 4200 رو مثلا حل کنیم. درش رانت هست، زمینه‌های فساد هست، زمینه‌های در واقع ارتباطات ناسالم هست. رئیسی در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با روسیه هم گفت حجم تجارت دو کشور می‌تواند از 3 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. بنده وقتی از کرملین میرم کرمان، من لذت دارم میبرم. بعضی‌ها فکر می‌کنن برام زحمت، میگن بنده خدا خسته. نه خیر، من وقتی میرم تو مردم مناطق جنوب کرمان لذت میبرم، اصلا لذت میبرم. نمیخوام بگم به خودم سخت میذارم، نه، اصلا لذت میبرم در ارتباط با مردم. ببینید که محصول یک سفر بخواد لبخند باشه، اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود،
لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته. ما کار با روسیه میزانی نیست که الان داریم. مثلا 3 میلیارد دلار یا 3 میلیارد خورده ای به عنوان روابط تجاری ما که میتونه به خوبی این تبدیل بشه به 10 میلیارد دلار ارتباط ما با روسیه. کالاهای استراتژیکی که در روسیه وجود داره و امروز ما این کالاها میتونیم از روسیه وارد کنیم و محصولات کشاورزی بسیاری که در ایران وجود داره و میتونه بازار روسیه بازار همین محصولات قرار بگیره. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ما هستند. آقای خاوند، بخشی از صحبت‌های شب گذشته ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در رابطه با اقتصاد صحبت کردند، اما ما می‌بینیم که همزمان با افزایش اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران، آقای رئیسی میگن که دولت نمیتونه به مطالبات تمام اقشار پاسخ بده. معنی و پیامد این حرف چی است؟ ببین، اقتصاد ایران روز به روز بیشتر در گرداب دشواری‌ها فرو میره و بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر غلطیدن و در این شرایط طبعاً مطالبات مردم افزایش پیدا میکنه، به خصوص از این لحاظ که هیچ چشمانداز مثبتی در حال حاضر پیش رو نیست. در این شرایط طبعاً دولت دو راه در پیش داره، یا اینکه بیاد دستمزدها رو مدام افزایش بده، ولی این افزایش دستمزدها موجب افزایش شدید نقدینگی و حتی گسترش تورم میشه، و یا اینکه بخواد یارانه ها رو بالا ببره، امکانات لازم رو نداره. بودجه دولت در حال حاضر به شدت دچار کسری است و در این شرایط دولت دامنه مانورش بسیار بسیار تنگه. اگر مجبور بشه زیر فشار دست به افزایش دستمزدها بزنه که این افزایش دستمزدها موجب گسترش بازم بیشتر بیکاری و نرخ تورم بشه، خب در این شرایط فایده ای نداره و وضعیت دشوارتر خواهد شد. ولی اگر بخواد مقاومت بکنه، در نتیجه اعتراضات مردمی رو به گسترش میره. ولی در این زمینه میشه گفت که اعتراف کرده که ما در حال حاضر نمیتوانیم به این موج رو به گسترش بیکاری به اصطلاح دشواری های مردم همش رو پاسخ بدیم. تا اینجا میشه گفت که به نوعی صداقت در گفتار ایشان وجود داره. اما در این حال هم گفته که بانک ها باید به وعده پرداخت وام هاشون عمل بکنن، از تولید کنندگان خواسته که قیمت ها رو باید کنترل بکنن و از طرف دیگه بر افزایش مالیات هم تاکید کرده. این صحبت ها، این پیشنهادات فکر میکنید که باعث کنترل تورم بشه یا نه باعث افزایش بیشتر گرانی؟ ببینید، ما در شرایط فعلی از لحاظ تورم اقتصاد ایران وارد یک مرحله تازه و بسیار خطرناک شده. طی سالهای گذشته نرخ تورم ایران به ندرت از سطح 30% بالاتر میرفت، جز در سال 1374 که به 49% رسید. در حال حاضر 3 ماه متوالی است که نرخ تورم ایران بالای 40% قرار گرفته و سه سال متوالی است که نرخ تورم ایران بالای 40% قرار گرفته و در این شرایط برای اولین باره که این مشکل پیش میاد. و اگر قرار باشه که وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه، کشور به صورت به سوی یک ابر تورم میره و من فکر میکنم که وضعیت کشور در حال حاضر یک وضعیت اضطراری است و دولت رئیسی و تیم اقتصادی که برای خودش انتخاب کرده قدرت پاسخگویی به این وضعیت اضطراری رو در حال حاضر ندارد. اما در این شرایطی که شما دارین توصیف میکنین از اقتصاد کشور، آقای رئیسی از رشد 8% اقتصاد داره میگه، چقدر این چیزی ممکنه؟ اصلا بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ممکنه که مشاهده رشد اقتصاد باشیم؟ ببینید، در 43 سال 44 سال جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد متوسط طی این مدت در خوشبینانه ترین ارزیابی ها 1% بوده. طی 10 سال گذشته، این دهه 1390، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سطح 0 بوده. چه معجزه ای اتفاق افتاده، چه اتفاق بزرگی روی داده که آقای رئیسی میخواد نرخ رشد اقتصادی ایران رو به 8% برسونه؟ هیچ چیزی در اقتصاد در کشور عوض نشده و در این شرایط میشه گفت که چنین حرفی، همونطور که آقای روحانی هم همین ادعا رو کرد، پیش از اون آقای احمدی نژاد هم همین ادعا رو کرد، هیچ چیزی رو واقعیت رو تغییر نمیده و به همین صورت میشه گفت که واقعا در حال حاضر چشم امید دولت رئیسی به مذاکرات وین هست
اینکه دارایی‌های ارزی ایران برگرده از خارج و ایران بتواند نفت صادر بکنه، ولی این هم نمیتواند معجزه بیافریند بدون انجام اصلاحات عمیق ساختاری و تغییر بنیادی در سیاست داخلی و سیاست بین‌المللی کشور. ممنونم از توضیحاتتون. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس همراه ما بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی به بیخبری مجلس از قراردادهای همکاری ایران با چین و روسیه اعتراض کرد. محمد رضا سباقیان گفت بر مبنای قانون اساسی قراردادهای بین المللی باید در مجلس تصویب شود و این ضعف مجلس است که از این قراردادها خبر ندارد. او اضافه کرد نمایندگان پاسخی برای پرسش‌ها و انتقادها ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به او گفت از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده و گردن مجلس در جریان آن قرار می گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به آمارهای اوپک صادرات نفت ایران در تابستان سال جاری را 820 هزار بشکه در روز تخمین زد. بر اساس این گزارش سازمان اوپک میزان تولید نفت خام ایران در فصل‌های بهار و تابستان امسال را کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. وزارت بهداشت و درمان ایران همزمان با هشدار درباره شیوع سوی اومیکرون در کشور از بازگشت دوباره رنگ قرمز به نقشه کرونا کشور پس از 47 روز خبر داد. شهرستان اردکان نخستین شهری است که پس از انتشار سوی اومیکرون در وضع قرمز کرونا قرار گرفته. وضعیت 8 شهرستان هم نارنجی گزارش شد. همزمان مسعود یونسیان دبیر پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا اعلام کرد کشور در شاخه بالا رونده موج اومیکرون قرار گرفته و درباره افزایش آمار جانباختگان هشدار داد. آلان فتوحی استاد داروشناسی بالینی از استکهلم سوئد همراه ما هستند. آقای دکتر فتوحی، همونطور که در این خبر داشتیم گزارش حاکی از اینه که نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشور در حال افزایشه و یک شهر هم قرمز رنگ شده. آیا با شناختی که از سوی اومیکرون داریم باید شاهد افزایش این گونه در کشور باشیم؟ با توجه به اطلاعاتی که هست از کشورهایی که اومیکرون در اونها شیوع پیدا کرده و کار کردن روی این مسئله، میبینیم که اگر به طور مثال آفریقای جنوبی رو مثال بزنیم و بریتانیا رو، میبینیم که پیک شیوع اومیکرون معمولا خیلی سریع و بالا رونده هست و در عرض 4 تا 6 هفته فروکش میکنه بعد از اینکه اقداماتی انجام شد برای محدود کردن گسترش ویروس در این کشورها. یعنی میشه انتظار داشت اگر اون چیزی که الان میبینیم شروع یک پیک جدید باشه که در تعداد موارد ابتلا در ایران داره مشاهده میشه، تعداد مبتلایان در عرض 24 ساعت از 7000 به بالای به نزدیک 10000 نفر رسیده، میشه انتظار داشت که تقریبا همچین حالتی در ایران هم تکرار بشه. ولی خب اینکه آیا دقیقا همچین حالتی باشه یا اینکه طولانی تر باشه این پیک، بستگی داره به نحوه برخورد مسئولین با این مسئله و محدود کردن اون و همچنین رعایت کردن پروتکل هایی که باعث به اصطلاح محدود کردن گسترش ویروس میشه از طرف مردم. چقدر واکسیناسیون مؤثره در جلوگیری به ابتلا به این سویه و همینطور کم کردن عوارضش، و به طور کل با شناختی که الان از این نوع داریم عوارضش به چه شکله؟ خب الان میدونیم که این نوع علائم خفیفتری میده از انواع قبلی به خصوص نوع دلتا، ولی با توجه به اینکه گسترش بسیار وسیع پیدا میکنه متاسفانه باز هم باعث مرگ و میرها و بستری ها خواهد شد. واکسیناسیون باز هم در اون دو کشوری که مثال زدم نشون داده شده که زدن 2 دوز واکسن میتونه تا 70% خطر
بستری شدن در بیمارستان رو کاهش بده و که در بین کسانی که دوز بوستر رو هم تزریق کردن این خطر میتونه تا حدود 90% کاهش پیدا بکنه و در امریکا تحقیقاتی انجام شده نشون داده که حدود تقریبا 20-70 برابر خطر مرگ و میر در کسانی که دوز سوم رو تزریق کردن میتونه کاهش پیدا بکنه. ولی خب این واکسن ها هم واکسن هایی نیستن که در ایران استفاده میشه. احتمال داره که در ایران واکسن هایی که استفاده میشه یک مقدار کمتر رو کاهش بدن. ممنونم از توضیحاتتون. آلانه فتوحی استاد داروشناسی بالینی از استکهلم سوئد همراه ما بودیم. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به گزارش‌ها از ادامه بحران در مرز روسیه و اوکراین می‌پردازیم. روسیه رزمایش نظامی در مرز با اوکراین را آغاز کرده. رئیس جمهور آمریکا هم پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی میگوید دولت نمیتواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین با رزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت پاریس نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست چهار جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده خواند و مذاکره با آمریکا را باطلاق توصیف کرد. و گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال. سه هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بحران روسیه و اوکراین و بالا گرفتن تهدید غرب به تحریم مسکو در صورت اقدام نظامی علیه اوکراین، مقام‌های نظامی روس از آغاز رزمایش نظامی این کشور در مرز با اوکراین خبر دادند. فرماندهی ارتش روسیه گزارش داده 6000 نیرو و دست کم 60 جنگنده در مانور روسیه در مرز با اوکراین و در شبه جزیره کریمه شرکت دارند. جنگنده‌های بمب‌افکن، ناوها و سیستم‌های پدافند هوایی روسیه هم در این رزمایش آزمایش می شوند. آمریکا و همپیمانان اروپاییش مسکو را متهم می کنند در حال آماده سازی برای حمله به اوکراین است. مسکو با رد این ادعا غرب را مسئول این تنش ها می داند. همزمان با این تحولات مقام های کیف با غیر محتمل خواندن حمله روسیه از شهروندان اوکراینی خواستند آرامش خود را حفظ کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین حضور آمریکا و ناتو در شرق اروپا افزایش خواهد یافت. بایدن همچنین تهدید کرد ورود نیروهای نظامی روسیه به اوکراین پیامدهایی از جمله تحریم‌های اقتصادی و افزایش حضور نظامی ناتو در سمت شرق از جمله در لهستان و رومانی را در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال تحریم علیه شخص ولادیمیر پوتین در صورت اقدام نظامی علیه اوکراین گفته و اضافه کرده کشور های عضو ناتو درباره تهدید نظامی روسیه هم نظرند. همزمان با این تحولات امروز نشست چهار جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در پاریس برگزار می‌شود تا راه‌های برون رفت از بحران مسکو کیف بررسی شود. مسکو تهدید مقام‌های غربی درباره اعمال تحریم‌های علیه ولادیمیر پوتین در صورت اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین را اقدامی غیر سازنده و مخرب توصیف کرد. همزمان و پس از ارسال دو محموله تسهیلات آمریکایی به اوکراین در یک هفته گذشته، روسیه می‌گوید غرب تجهیزات و مستشاران نظامی زیادی را راهی اوکراین کرده است. وزیر خارجه روسیه گفته اگر غرب نگرانی‌های امنیتی مسکو را نادیده بگیرد، کشورش اقدامات لازم را خاص خواهد کرد. همراه هستیم با همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و علی کاظمی از مسکو. وقت بخیر میگم به هر دو. علی، ابتدا با تو آغاز بکنیم، به ما از تنش‌ها در مرز بین روسیه و اوکراین بیشتر بگو.
بعد از بالا رفتن این تنش ها لحظاتی قبل و همچنان بعد از اینکه محموله هایی که روز گذشته آمریکایی‌ها در اختیار اوکراینی ها قرار دادن، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه لحظاتی قبل در مجلس دومای دولتی سخنرانی داشت. بیشتر سخنرانیش در مورد تنش‌ها در اوکراین بود. او گفت که ارسال این تجهیزات نظامی نشان دهنده ای است که آمریکا و ناتو دارن تحریک میکنن اوکراین بر علیه روسیه، و همچنان آوردن تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه و فشارهای نظامی و سیاسی در مدار ناتو به سمت روسیه نشان دهنده این فشارهاست بر علیه روسیه. او همچنان گفت که مسکو پیشنهاد تضمین‌های امنیتی خودشان را به آمریکا و ناتو دادن و در صورتی که پاسخ دریافت نکنند باید منتظر اقدامات تلافی جویانه از سوی روسیه باشند. همچنان دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم بیانیه ارسال کرده و گفته که مسکو تمام تلاش ها برای برهم زدن توافقات مینسک سرکوب خواهند کرد، و همچنان گفته خوشبین هستیم که نشستی که قرار است تا دقایق دیگر در پاریس آغاز بشه نتیجه بخش باشه، و به گفته لاوروف آمریکا و ناتو فرهنگ دیپلماسی را گفتن فراموش کردن و دارن از راه نظامی در قبال روسیه استفاده میکنن. نیلوفر، از همین تلاش‌های فرانسه و به طور کل اروپا برای کاهش تنش بین روسیه و اوکراین چه چیز بیشتری میدونیم؟ قرار هست که این نشست در واقع ظهر امروز تا ساعتی دیگه در پاریس آغاز بشه. نماینده اوکراین که به پاریس رسیده به موضوع اشاره کرده که این نشست میتونه یک نشانه مثبت باشه برای کاهش تنش‌ها و رفع مشکلات از طریق دیپلماسی. میدونیم که مانوئل مکرون تلاش‌های رو آغاز کرده برای اینکه به این در واقع بحران و تنش پایان بده. راهی که مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه در نظر گرفته استفاده از کارگروه معروف به نورماندی هست، کارگروهی که در سال 2014 بعد از الحاق کریمه به مسکو به روسیه تشکیل شده بود، ولی تو این سالها خب نشست‌های هر چند داشت ولی کمک چندانی نتونسته بود به رفع تنش‌ها و کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین بکنه. حالا از این طریق میخوان گفتگوها رو انجام بدن. این گروه شامل فرانسه، آلمان و همینطور روسیه و اوکراین. هرچند که این نشست در خود اوکراین انتقاداتی رو به همراه داشته از این بابت که حالا خیلی ها معتقدن موضع فرانسه و آلمان در قبال روسیه نرمتره و اینکه روسیه رو در یک سطح با اوکراین قرار دادن، و این موضوع در واقع باعث نگرانی و ناراحتیه. امانوئل مکرون گفته که میخواد یک نقشه راه یا یک مسیری برای کاهش تنش‌ها پیشنهاد بده و پیدا بکنه که شامل اقداماتی برای هر دو طرف، یعنی هم اوکراین و هم روسیه، است که باید این اقدامات رو انجام بدن. اشاره کرده به اینکه اگر روسیه حمله بکنه به اوکراین هزینه سنگینی برای مسکو به همراه میاره. از طرف دیگه گفته که حالا باید ببینیم که آیا راهی برای دیپلماسی یا فضایی برای حل این مشکل وجود داره یا نه، ولی میدونیم که تا اینجا این گفتگوهایی که به شکل‌های مختلف برگزار شده بی نتیجه بوده. اینکه به طور مشخص یک گشایشی از بعد از این گفتگوها هم پیش بیاد یکم به نظر نمیاد که چنین اتفاقی بیفته. با این حال مانوئل مکرون گفته که روز جمعه قراره که با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو بکنه در همین زمینه. همزمان هم جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده به اینکه اتحادیه اروپا باید وابستگی خودش به انرژی از روسیه رو کاهش بده، و همینطور اشاره کرده که روسیه تو این سالهای گذشته تونسته خودش رو در مقابل تحریم‌ها مقاوم کنه. ممنونم از توضیحات نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و علی کاظمی از مسکو. ممنونم از هر دوی شما. حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه همراه ما هستند تا بیشتر در همین رابطه گفتگو داشته باشیم. آقای بر مبنای گزارش ها و همینطور تحرکات نظامی که از سمت روسیه در مرز با اوکراین میبینیم و از طرف دیگه واکنش هایی که داریم از اروپا و آمریکا میبینیم، چقدر احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین رو شما میبینید و احساس میکنید که این اتفاق خواهد افتاد؟
شواهد قرار نشون میده که این احتمال وجود داره، ولی لزوما به این معنی نیستش که این جنگ قریب الوقوع هستش. ببینید، استراتژیست‌های روس، افرادی مثل والری گرازیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و خود پوتین که یک افسر امنیتی کاگبه بوده، اینا تبحر بسیار زیادی دارن روی جنگ‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی، فریب ضد فریب و جنگ‌های روانی. خیلی الان ما می‌بینیم که سیگنال‌های زد و نقیض دارن میدن، برای خیلی سخته که بشه دست اینها رو خوند. ولی به نظر میرسه که حداقل برداشت من این هستش که اگر مذاکراتی که داره انجام میشه به هیچ نتیجه ای نرسه و اگر آمریکا اساسا خواستهای روسیه رو اصلا اهمیت نده، اون موقع این احتمال وجود داره که تو وهله نخست روسیه بدون اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشه بیاد حالا حملات توپخانه‌ای، موشکی و حملات هوایی رو آغاز بکنه به مناطق شرقی اوکراین، منطقه دونباس، و بعد بیاد بخواد که شهر بندری اودسا رو بخواد تصرف بکنه و محاصره بکنه کیف رو. اون موقع در واقع خود روسیه میاد عقب نشینی نیروهاش رو از این مناطق مشروط به این میکنه دوباره به اینکه آمریکا و ناتو به خواسته روسیه تن در بدن. یعنی اگر واقعا اونجا هم روسیه، آمریکایی‌ها و ناتو اینا نخوان به اروپایی‌ها به در واقع ضمانت‌های امنیتی روسی اصلا اهمیت بدن، ما شاید افزایش تنش خواهیم بود. بنابراین میشه گفتش که هنوز معلوم نیستش واقعا روسیه میخواد چیکار بکنه، ولی اگر واقعا اینها نگرانی امنیتی که دارن بهش اهمیت داده نشه، من مطمئن هستم که یک کاری خواهد کرد روسیه، یعنی یک اقدام نظامی رو حالا هرچند محدود انجام خواهد داد. اما چقدر تهدید آمریکا و اروپا میتونه بازدارنده باشه، به خصوص تحریم‌ها، و اصلا خود تحریم‌ها چقدر میتونه اون وقت بر روی صادرات گاز به اروپا تأثیر بگذاره، با توجه به اینکه به هر حال روسیه از این موضوع میتونه به عنوان یک سلاح استفاده بکنه؟ تا الان خیلی این اقدامات اروپایی و آمریکا خیلی بازدارنده نبوده. البته هنوز در واقع این بازدارندگی واقعا شکسته نشده، چون اگه میشد که واقعا ما الان شاهد جنگ بودیم. ولی نکته اینجاست که چه تحریمی رو بخواد حالا آمریکا و اروپا علیه روسیه وضع بکنه اگر روسیه واقعا حمله بکنه به اوکراین. اگر قرار باشه که مثلا قطع ارتباط روسیه با سیستم پرداخت بین‌المللی یا سویفت رو شاهد باشیم، این خیلی برای روسیه خطرناک خواهد بود. یا اینکه مثلا پروژه نورد استریم، پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا با دور زدن لهستان و اوکراین، اینها خیلی خطوط قرمز هستش. روسیه به وضوح، یعنی آشکارا گفته، تهدید کرده که اگر قرار باشه که تحریم‌های رو آمریکا و اروپا وضع بکنن علیه روسیه، اونها قطع میکنن صادرات گاز روسیه به اوکراین. اینا قبلا در سال 2006 و 2009 روسیه، بنابراین این احتمال دوباره وجود داره. بنابراین در تحلیل نهایی میشه گفتش که حالا آمریکا داره تلاش میکنه که حالا با قطر بیاد گاز LNG رو در واقع داشته باشن برای اروپا، اگر واقعا تحریم بخوام بکنن و گازش رو قطع بکنه. ببین، در تحلیل نهایی روس‌ها خودشون رو قدرت بزرگ ببینن، همسنگ با آمریکا، میخوان که آمریکا و اروپایی‌ها با روسیه مثل یک قدرت بزرگ رفتار بکنن. ببین، اگر این واقعا از سمت آمریکا به رسمیت شناخته نشه، من فکر می‌کنم روسیه یک اقدام نظامی رو انجام خواهد داد. کی معلوم نیست، ابعادش هم مشخص نیست. حسین آقای، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ترکیه، ممنونم از توضیحاتتون. شبکه حقوق بشر کردستان دیروز با انتشار گزارشی از شلیک ماموران نیروی انتظامی به یک خودرو در اتوبان تبریز زنجان خبر داد و نوشت بر اثر این اقدام کودک 7 ساله‌ای هم کشته شده است. بر مبنای این گزارش، پدر این دختر بچه‌ای که در اثر این تیراندازی کشته شده را بازداشت کردند. پدر این کودک در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود دخترش مزگین پلنگی در اثر این حادثه تیراندازی جان خود را از دست داده. خبر بازداشت این پدر واکنش‌های بسیاری همراه داشته که همراه با همکارم نوشین خانی مروری بر همین موضوع داریم. نوشین، کمی بیشتر برامون توضیح بده که ماجرا از چه قرار بوده. فرناز، همونطور که تو هم گفتیم، مزگین دختر بچه 7 ساله که حالا نیروهای امنیتی به ماشین پدرش شلیک شدن، جان خودش رو از دست داد. گفته میشه که گلوله به سر مزگین اصابت کرده، اما خب پدرش رو در مراسم تدفین به دلیل اینکه در اطلاع رسانی رسانه‌ای کرده در واقع دستگیرش کردن. کاربرها بسیار متعجبن، شوکه شدن از این اتفاق و دارن به این موضوع اعتراض میکنن. خیلی از کاربرها با بازنشر این خبر و عکس مزگین دارن اعلام تأسف میکنن و اعتراض دارن به این اتفاق. من یک بخشی از این واکنش ها رو اینجا مرور میکنم.
همینطوری که گفتیم، کشته شدن یک دختر 7 ساله بر اثر شلیک نیروهای انتظامی به خودروی پدرش در اتوبان تبریز زنجان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. کاربران زیادی با بازنشر تصاویر تلخ و تکان دهنده این رخداد هم نسبت به وقوع اون ابراز تعجب کردند و هم اعلام اعتراض، به خصوص که کمال پلنگی پدر مزگین در مراسم تدفین دختر بچه‌ای کشته شده‌اش بازداشت شده و این موضوع هم به واکنش‌های انتقادی و اعتراضی کاربران اضافه کرده. کاربری نوشته: صدای ما رو از جمهوری اسلامی میشنوید. کمال پلنگی، پدر مزگین پلنگی، به جرم اطلاع رسانی درباره کشته شدن دخترش بازداشت شد. یک کاربر دیگه هم میگه: داغ فرزند بر سینه پدری میزنند و انتظار دارند مهر سکوت بر لبان پدر زده بشه. ما مرگ را میبلعیم تا زنده بمانیم. مارال هم میگه واقعا جای تأسف داره، میکشن، زور میگن و بازداشت میکنن. این کاربر میگه الان این پدر داغ داره، اما به جای اینکه کنار خانواده‌اش باشه تو زندانه. یکی از کاربرها هم میگه اینجا در ایران همه چیز برعکسه، همیشه برعکسه، متهم آزاد، شاکی پرونده و مظلوم میره اوین، بند 209. یکی از کاربرها هم با اشاره به واکنش معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان که این خبر رو تکذیب کرده و گفته در یک ماه گذشته هیچ گونه تیراندازی در استان زنجان رخ نداده، به شایعات توجه نکنید و اخبار موثق رو از خبرگزاری‌های معتبر دنبال کنین، با کنایه میگه از همون خبرگزاری ها و رسانه هایی که همه چیز رو سانسور می کنن و تحت فرمان شما هستن. شما ها یک هواپیما رو با موشک زدین و همه رو کشتید اما گردن نمی گرفتید. گروهی از کاربرها حکومت ایران رو به باد انتقاد گرفتن و با تعجب زیاد به این خبر واکنش نشون میدند. مانند این کاربر که نوشته خیلی جالبه که جمهوری اسلامی تبدیل شده به موجود کریه المنظری که هر جنایتی رو که توی تاریخ ازش نام میبرن که جانیان و جنایتکاران تاریخ انجام دادن، یه تنه انجام داده و خون ریخته. این کاربر اظهار امیدواری میکنه که حکومت ایران به بمب اتم دست پیدا نکنه و سلاح هسته‌ای رو به کار نگیره. کاربر دیگه هم حکومت ایران رو مصیبت توصیف میکنه و میگه چه بلایی سر ما آوار شده. کاربر دیگه میپرسه وقاحت تا کجا؟ ظلم و ستم تا کجا؟ مگه نه اینکه هر ملتی با حادثه بیدار میشه؟ حادثه‌ای که قرار ایران و ایران رو بیدار کنه کدومه؟ این کاربر در آخر هم با انتقاد از واکنش جامعه میگه داغ این دختر هم مردم رو بیدار نخواهد کرد. و در نهایت هم کاربری نوشت دختر بچه بیگناه رو تیرباران میکنن و پدر رو به جرم اطلاع رسانی از این قتل عامدانه دستگیر. بله، این است عدالت اسلامی. اما در پایان این بخش هم تصاویری ببینیم از تجمع اعتراضی حدود 1800 نفر از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه این پالایشگاه برپا شده. ببینیم. اعتصاب بچه‌های پالایشگاه تهران برای حق حقوقشون، همه جمع شدن تا تکلیف معلوم بشه. راه‌های ارتباطی ما رو هم در زیر صفحه میتونین ببینین. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو میتونین همیشه از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره زیر صفحه ارسال کنین. در ادامه این بخش برمیگردم به فرحناز. ممنونم از دانوشین که اینجا همراه ما بودیم. در ادامه این بخش خبری نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات مذاکرات احیای برجام در وین. همچنان با ما باشید. بیننده و شنونده مجموع خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری ایران به اعتراض‌های معیشتی و صنفی فزاینده در کشور. رئیسی میگوید دولت نمیتواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد. افزایش بحران در مرز روسیه و اوکراین با رزمایش نیروهای نظامی روس. به دعوت فرانسه، نمایندگان مسکو، کیف و برلین و پاریس نشست 4 جانبه برگزار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا پوتین را به اعمال تحریم‌های شخصی تهدید کرد. واکنش‌های جدید به اعلام آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده. رئیسی امکان گفتگو را رد نکرد. کیهان اظهار نظر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نسنجیده خواند و مذاکره با آمریکا را باطلاق توصیف کرد.
و گزارشی از اجرای کنسرت خیریه در لندن به میزبانی افغانستان اینترنشنال، سه هنرمند ایرانی، افغان و پاکستانی در بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا به روی صحنه رفتند. مذاکرات احیای برجام در حالی به گفته دیپلمات‌ها کند و با پیشرفت اندک در حال پیگیری است که طرف‌های اروپایی برجام شب گذشته بار دیگر درباره موفقیت گفتگوها ابراز بدبینی کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین هم گفته مناقشه قدیمی دیدن نیمه پر یا خالی لیوان همچنان باقی است. برخی دیپلمات‌های نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده می‌گویند اگرچه گفتگوها به بن‌بست نرسیده، اما یکی از مواردی که مانع از رسیدن به نتیجه شده موضوع تضمین‌هایی است که طرف ایرانی برای خارج نشدن مجدد ایالات متحده از برجام درخواست می‌کند. همزمان با ادامه گفتگوهای احیای برجام در هتل کوبرگ، تحسن اعتراضی برخی فعالان سیاسی ایرانی مقابل محل مذاکرات ادامه دارد. اظهار نظر وزیر خارجه ایران درباره امکان مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده درباره برجام در روزنامه‌های امروز کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه کیهان، با انتقاد از حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سخنان آنان را نسنجیده خواند و نوشت تنها در صورت لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آن آمریکا می‌تواند به مذاکرات برجام بازگردد و پیش از آن مذاکره موضوعیت ندارد. مدیر مسئول کیهان گفتگوی مستقیم با آمریکا را فرو رفتن در باتلاق توصیف کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اما بدون انتقاد از طرح امکان مذاکره با آمریکا از قول ابراهیم رئیسی نوشت اگر تحریم‌ها برداشته شود امکان رسیدن به توافق و مذاکره وجود دارد. روزنامه دولتی ایران و روزنامه رسالت هم این اظهار نظر رئیسی را در صفحه نخست خود برجسته کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگوی دیشب خود با سیمای جمهوری اسلامی بدون رد کردن امکان مذاکره با ایالات متحده از احتمال گفتگو با آمریکا در صورت رسیدن به توافق در برجام و لغو تحریم‌ها گفت. مدت‌ها داره مطرح میشه. خیلی از این کشورهایی که میان با ما گاهی دیدار میکنن حامل یه پیام‌هایی هستن که امریکایی‌ها پیام دادن که ما می‌خوایم مستقیم صحبت کنیم. این مال الان نیست، مال مدت‌هاست مطرح بوده، شاید در دولت‌های قبل هم مطرح بوده، در دولت ما مطرح بوده، ولی تا الان مذاکره با امریکایی‌ها صورت نگرفته. اما اون چه که مطرح، این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام می‌کنیم که در صورتی که طرف‌ها آماده باشند که تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملاً وجود دارد. مشتبه پور محسن از احتمال مذاکره ایران و آمریکا گزارش می‌دهد. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. بعد از این قاطعیت حداکثری، وقت مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا فرا رسید. چرخشی 180 درجه‌ای در سیاست خارجی ایران که با سخنان وزیر خارجه رسمیت پیدا کرد. اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت. اگرچه از دو هفته قبل پیش بینی می‌شد که به زودی باب مذاکره باز می‌شود، با فرمان کسی که هر وقت صلاح بداند با همان دشمنش راه می‌آید. این بار به نام تعامل. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. 8 سال پیش هم زمانی که کشور تحت سیاست‌های هسته‌ای تهاجمی او و رئیس جمهور مورد نظرش با قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل تا لبه پرتگاه رفته بود، پشت به احمدی نژاد نرمش کرد. البته نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه‌های سیاسی یک کار مطلوب و مورد قبولی است و به رسم همیشگیش خوش استقبال بود درباره رئیس جمهور جدیدی که آمده بود تا نظام را نجات دهد. رئیس جمهور محترم هم یک روحانی با سابقه فعال در عرصه‌های گوناگون انقلابی کشور هست. با اجازه او وزیر خارجه ایران و آمریکا دیدار کردند، دست دادند
و به هم لبخند زدن و محصولش برجامی شد که حالا 7 سال بعد چیزی از آن باقی نمانده. پس از خروج آمریکا از برجام با فرمان ترامپ، خامنه ای از ممنوعیت و مضرات مذاکره با آمریکا گفت: ما هیچ وقت قبول نمی کردیم، الان هم قبول نمی کنیم. آمریکایی ها همیشه درخواست داشتن با ما مذاکره کنن. و جمهوری اسلامی را در موقعیت ضعف دانست. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، به اون اقتداری که ما در نظر گرفتیم برسه، اونجا بره مذاکره کنه، حرفی نیست. حالا دولت انقلابی مطلوب خامنه ای که با شعار نه به غرب و شاید برجام بر سر کار آمد، نمایندگانش را به وین فرستاده و آنطور که خبرها نشان می‌دهد توافق نزدیک است. پیش از این ایران و آمریکا در وین مذاکره مستقیم نداشتند. مذاکرات غیر مستقیممون تا این لحظه که صحبت می‌کنیم با آمریکا از طریق نان پیپر با واسطه مورا و یکی دو کشور دیگر عضو مذاکرات برجامی ما در وین هست و البته با نقش‌آفرینی روسیه و نمایندش اولیانوف که از طرف جمهوری اسلامی به سراغ نماینده آمریکا می رفت. پس از یک جنجال رسانه‌ای درباره طرح دوباره پیشنهاد توافق موقت آمریکا از طریق روسیه، جمهوری اسلامی 3 چراغ سبز برای آمریکا روشن کرده. بعد از سخنان روز گذشته امیر عبداللهیان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: با یک توافق خوب امکان مذاکره مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی فراهم می شود. اولیانوف هم از سخنان وزیر خارجه ایران استقبال کرد و گفت مذاکره مستقیم در سطح پیشرفته مذاکرات وین می تواند مفید باشد. کاخ سفید هم بار دیگر آمادگیش را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کرد، نشان دهنده عزم دولت بایدن برای اینکه بتواند بالاخره با ایران توافق کند، حتی به قیمت دادن امتیازهایی که به گفته برخی تحلیلگران دلیل استعفای چند عضو گروه مذاکره کننده آمریکا در وین به ریاست رابرت مالی در 1 هفته اخیر بوده. در میانه این خوشبینی‌ها، وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات با سرعت کافی پیش نمی‌رود و به یک پیچ خطرناک رسیده. به گفته او به دلیل ادامه سیاست تأخیری خامنه ای. هرچند سخنان 2 هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی و موضع‌گیری مهره‌هایش در سیاست خارجی نشان می‌دهد او نرمش را آغاز کرده برای توافقی که هنوز مشخص نیست طرفین چه می‌دهند و چه می‌گیرند. مشتبه پور محسن، لندن. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما هستند. آقای متین، ابتدا به آخرین اظهار نظر و واکنش ابراهیم رئیسی شروع بکنیم نسبت به امکان مذاکره با آمریکا که این موضوع را رد نکرده و گفته امکان مذاکره مستقیم با آمریکا وجود داره، اما این موضوع خب در گروه رسیدن به یک توافق دونسته. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟ بله، میدونید که آقای رئیسی در این گفتگو از عبارت برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه صحبت کردن و توصیف دقیقی که این تحریم‌ها دقیقاً کدوم‌ها هستن نکردن. میدونید این تفاوت خیلی زیادی داره با چیزی که به اصطلاح هیئت مذاکره کننده ایرانی، مقامات جمهوری اسلامی از دوران روی کار آمدن رئیسی میگفتن. اونها از برداشته شدن تمامی تحریم‌ها، چه اونهایی که برجامی هستن چه اونهایی که برجامی نیستن، حرف می‌زدن. الان اومدن به این توصیف خیلی مبهم تحریم‌های ظالمانه که میتونه تعریف متفاوتی داشته باشه، ممکنه شامل تحریم‌های حقوق بشری که آمریکا گفت بر نخواهد داشت نباشه، یعنی در این انعطاف خیلی زیادی دیده میشه. از اون طرف اگر این اظهارات رئیسی رو در کنار اظهارات وزیر خارجه ایران قرار بدیم که گفته بودن یک توافق خوب با تضمین‌های بالا میشه به اصطلاح مذاکره کرد با آمریکا مستقیما، باز هم یکم مبهم هست و اینکه این تضمین‌ها دقیقاً چه خواهد بود معلوم نیست. اما در عین حال تحریم‌ها، حداقل یک تحریم ما مطلع هستیم که برداشته شده، یعنی آمریکا اجازه داد که کره جنوبی اموال بلوکه شده ایران رو برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل ازش استفاده بکنه. یعنی ممکنه آمریکا به اندازه کافی تحریم هایی رو در حد معینی برداره که طرف ایرانی بتونه ادعا بکنه که مذاکره مستقیم رو بعد از برداشت شدن تحریم ها به اصطلاح انجام دادن، به این دلیل تناقضی در موضعشون به وجود نیاد. در مجموع پس من فکر میکنم که بعد از اون سخنرانی اخیر خامنه ای که عملاً
نرمش قهرمانانه یا به قول خودشون هنرمندانه شماره دو رو کلید زدن، ما میبینیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از امکان مذاکره مستقیم حالا با در لفافه عبارات مبهم صحبت میکنن و این ممکنه واقعا که رخ بده در روزهای آتی، هفته آتی. اما می‌بینیم که روزنامه کیهان از این موضوع انتقاد کرده و اشاره داشته به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی و از حرف‌هاشون در رابطه با مذاکره مستقیم انتقاد کرده. با توجه به نزدیکی مدیر مسئول روزنامه کیهان به رهبر جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید که این حرف‌ها چه معنی میده، به نظر میرسه روزنامه کیهان در این مورد مثل موارد قبلی به اصطلاح کمی کاسه داغتر از آش هستن، به این معنی که وقتی خود آیت‌الله خامنه‌ای میگن که تعامل با دشمن به اصطلاح به لحاظ اصولی مسئله ای نیست و میشه انجام داد، در سیاست خارجی میشه به اصطلاح نرمش هنرمندانه انجام داد، خب این به نظر نمیرسه که کاملا منطبق بر اون چیزی است که خامنه‌ای میگه. از اون طرف در خود همین مقاله روزنامه کیهان تناقضات هست، مثلا روزنامه کیهان میگه که نفس به اصطلاح گفتگو رو رد نمی‌کنه ولی میگه که این گفتگو با واقعیت مذاکرات وین تطبیق منطبق نیست و توجه به اینکه به قول اونها ایران دست بالا رو داره. پس به نظر من نهایتا این گفتار خامنه‌ای به نظر من تعیین میکنه که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم خواهند کرد یا نه و به نظر میرسه که این رخ میده در هفته آتی. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما بودین، ممنونم از توضیحاتتون. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کناره جهان. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان امروز برگزار می‌شود. بر مبنای این خبر علاوه بر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و وزیر خارجه نروژ در این جلسه از وضع افغانستان گزارش می‌دهند. انتظار می‌رود وزیر خارجه نروژ نتیجه نشست سه روزه در اسلو درباره افغانستان را هم به شورای امنیت گزارش کند. همزمان نخست وزیر نروژ میگوید برای بیرون رفت افغانستان از بحران انسانی کنونی گزینه‌ای جز تعامل با طالبان وجود ندارد. او پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت پذیرایی از هیئت طالبان در نشست اسلو برای بسیاری از مردم و از جمله خود او کاری دشوار بوده است. نخست وزیر نروژ اضافه کرد خواسته های مهم و مطرح شده در نشست اسلو آغاز روند سیاسی جامع از طریق لوی جورگه و حق آموزش و کار زنان افغانستان بوده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق حمله راکتی به نزدیکی منزل محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور را اقدام تروریستی غیرقابل قبول توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری فرانسه از حمله سه راکت کاتیوشا به حدود 500 متری منزل سخنگوی پارلمان عراق در شهر کرمه در استان انبار خبر داده بود. بر اساس این گزارش دو کودک در این حملات زخمی شدند. همزمان مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیام ویدیویی هشدار داد اخراج عناصر فاسد هشت شبی و نظم بخشیدن به این سازمان را پیگیری خواهد کرد. برای بررسی همین خبر همکارم تروسکی صادقی از اربیل همراه ماست. تروسکی، به نزدیکی منزل رئیس پارلمان عراق حمله راکتی شده، جزئیات این خبر و واکنش هایی که به همراه داشته را از تو بشنویم. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق یک بیانیه منتشر کرده و گفته که هدف پایگاه محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق بوده. سه راکت پرتاب شده، عملیات در شهر کرمه بوده، زادگاه محمد الحلبوسی، و راکت ها از منطقه زرا در اطراف دجله ظاهرا پرتاب شدن. یکی از راکت ها پشت یک پارکینگ سقوط کرده، راکت دوم در برابر یکی از خونه شهروندان سقوط کرده و راکت در منطقه الرشاد سقوط کرده که دو نفر زخمی شدن، یکیشون یک کودک 5 ساله هستش. حالا خود حمله واکنش‌های زیادی در پی داشت، هم شب گذشته هم امروز. الحلبوسی یک پیامی رو منتشر کرده بود و گفته بود که
یک دولتی رو تشکیل میدن که تروریست ها و گروه های آشوب طلب در اون جایی نداشته باشن که غیر مستقیم منظورش گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده. رئیس جمهور عراق برهم صالح و شبکه رسمی دولت عراق این حمله رو محکوم کردن و گفتن که یک حمله تروریستی بوده. هیئت مساعدت سازمان ملل یا همون هیونامی امروز بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که هدف قرار دادن منزل یا پایگاه محمد طلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق محکومه و البته گفته که این اقدامات یعنی اقدامات بزدلانه‌ای برای هرج و مرج و بی‌ثبات کردن اوضاع امنیتی عراق در این کشور داره اتفاق میفته و در این مورد هشدار داده. نیروهای امنیتی حالا گفتن که تحقیق میکنن، چقدر حالا نتیجه تحقیق اونها چه خواهد بود و منتشر میکنن، هنوز جزئیات بیشتری نیست. اما در کل افکار عمومی در عراق این حمله رو جدا از اینکه نگران شدن، این حمله رو به نوعی مسئول این حمله رو گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی میدونن. خب بعد از اینکه اولین نشست مجلس نمایندگان برگزار شد و محمد طلبوسی انتخاب شد، گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران گفته بودند که ریاست اون رو قبول ندارن، شکایت کرده بودند به دادگاه و دیروز دادگاه هم شکایت اونها رو رد کرد و گفتش که ریاست اون قانونی هست. حالا ناظران چیزی که اینجا در موردش دارن صحبت میکنن اینه که این حمله باعث میشه که سنی ها و تنش بین سنی ها و شیعیان خصوصا گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه. تروسک صادقی از اربیل، ممنونم از توضیحاتت. مجسمه تئودور روزولت 26مین رئیس جمهور آمریکا از سردر موزه تاریخ طبیعی نیویورک برداشته شد. این مجسمه 82 سال پیش در این مکان نصب شده بود. این مجسمه روزولت را سوار بر اسب و در کنار یکی از بومیان آمریکا و مردی آفریقایی تبار نشان می‌داد. منتقدان بر این باورند که این مجسمه سویه های نجات پرستانی ضد بومیان آمریکا و آمریکاییان آفریقایی تبار دارد. پیکره ای که یادآور نگرشی استعماری است و دوران آن سپری شده. همکارم بهنوش شفقی گزارش می‌دهد. برای مجسمه مرتفع تئودور روزولت ایستاده بر فراز سردر موزه تاریخ طبیعی نیویورک، چهارشنبه 19 ژانویه روز پایان بود. پایانی بر 82 سال نمایشی به گفته علاقه‌مندانش با شکوه. مجسمه سوارکاری روزولت 97 سال پیش سفارش داده شد و از سال 1940 بر سردر این موزه نصب گردید. این مجسمه روزولت را سوار بر اسب به همراه یک مرد بومی آمریکایی و یک مرد آفریقایی تبار که کنار او ایستادند نشان می‌دهد. منتقدان می‌گویند این پیکره همزمان سویه‌های استعماری ضد بومیان و نژادپرستانه ضد سیاهان دارد. بنابر آنچه در وبسایت موزه تاریخ طبیعی نیویورک اعلام شده، کمیسیون طراحی عمومی شهرداری نیویورک تابستان سال گذشته به برداشتن این پیکره از مقابل موزه رأی داده بود. به گزارش نیویورک تایمز، خانه تازه این مجسمه کتابخانه ریاست جمهوری روزولت در مدورا، داکوتای شمالی خواهد بود. این موزه در وبسایت خود اعلام کرده که به ارتباط طولانی خود با خانواده روزولت افتخار می‌کند. اما این پیکره یادآور سلسله مراتب نژادی است که موزه و مردم مدت‌هاست آنها را آزاردهنده می‌دانند. روزولت که از سال 1901 تا 1909 رئیس جمهور آمریکا بود، به خاطر رفتار پرشور و متحورانه اش شهرت داشت. او با اصلاحات ضد انحصار در تجارت و جهتگیری های محافظه‌کارانه اش شناخته می شود. هرچند معتقدانش می گویند رویکرد او در سیاست خارجی از جمله نمایش قدرت دریایی ایالات متحده در سراسر جهان مداخله جویانه بوده است. بهنوش شفقی، واشنگتن دی سی. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. در ادامه مجموعه خبر نیمروزی نگاهی میکنیم به گزارش ایران اینترنشنال از برگزاری کنسرت خیریه در لندن. شبکه افغانستان اینترنشنال در باربیکن لندن، بزرگترین مرکز هنرهای نمایشی اروپا، میزبان یک رویداد خیریه موسیقی بود.